سلام دوستان وقتتون بخیر امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید خب همونطور که همه ای ما میدونیم سال 2017 داره به پایان میرسه و روز شماری برای رسیدن سال 2018 آغاز شده همینطور که به پایان سال نزدیک میشیم ایونت ها و روزهای خاصی در انتظار ما هستند یکی از این روزهای بسیار خاص در کلندر کانادا و بعضی دیگر از کشورهای دنیا باکسین دی هست امروز میخوایم راجع به باکسین دی با شما صحبت بکنیم ببینیم تاریخچه باکسین دی چیه از کی و کجا شروع شده چطور جشن گرفته میشه آین های مربوط به دی چی هستن و معنای باکسین چیه خب باکسین مهمترین اتفاقی که در آخرین هفته سال در کانادا میفته امسال هم مثل هر سال فروشگاه های زیادی محصولات خودشون رو حراج کردن و خیلی از کانادایی ها که عاشق خرید هستن این روز رو برای رفتن به مراکز خرید انتخاب میکنن 26 دسامبر ممکن است ساعت 5 صبح جلوی برخی از فروشگاه های کانادا صفهای بسیار طولانی تشکیل بشه صفهایی که آماده حمله به اجناس تخفیف خورده در فروشگاه هستند اما تاریخچه باکسین دی چیه دوستان باکسین دی به طور سنتی یک روز بعد از کریسمس جشن گرفته میشه و مخصوص چند کشور خاص مثل کانادا انگلستان هنگ کنگ استرالیا و چند کشور دیگه است که به نوعی از لحاظ سیستم سیاسی و حکومتی با بریتانیا در ارتباط هستند این روز در تقویم کاتولیک ها با نام روز سنت استیون شناخته میشه و در فرهنگ مسیحیان کاتولیک یکی از روزهای مقدس به شمار میاد هرچند که معنای مذهبیش این روزها از دست داده ضمن اینکه بسیاری از کشورهای اروپایی این روزا به عنوان روز کریسمس دوم جشن میگیرند. هرچند هیچکس با اطمینان نمیدونه چرا به این روز باکسینگ دی گفته میشه اما مشهورترین داستان مربوط به دهه میلادیه زمانی که در انگلستان پستچی ها بسته های کادوی کریسمس رو برای کودکان می آوردند. البته برخی دیگر اون رو به انگلستان قرن 17 میلادی نسبت میدن. ظاهرا در اون دوران رسم بوده که اشراف انگلیسی فردای کریسمس هدایایی رو به خدمتکاران و زیردستان خودشون میدادن و آنها به تدریج نام این روز رو و نام روز دریافت هدایا رو باکسینگ دی گذاشتن. اما باکسینگ در دنیای جدید این روز در کشورهایی که باکسینده رو برگزار میکنن، و چه تاریخی خودش رو کاملا از دست داده و حالا بیش از هر زمانی یک مفهوم تجاری پیدا کرده. بسیاری از فروشگاه های کانادا در این روز حراجی های بسیار بزرگی برگزار می و در واقع این روز شبیه بلک فرایدی در امریکا هستش با این تفاوت که مردم در آمریکا برای خرید فردای روز شکرگزاری رو انتخاب می در حالی که این روز برای کانادایی ها فردای کریسمس هستش اما ورزش در باکسینده یکی از نکات مهم در این روز ورزش هستش دهه های زیادیه که برگزاری مسابقات مختلف ورزشی در کشورهایی که زمانی مستعمره بریتانیا بودن به یک سنت تبدیل شده. علاقه مندان به فوتبال در این روز مسابقات تیم های فوتبال لیگ انگلستان رو تماشا می‌کنند و مسابقات مهمی در رشته مثل گلف و سوارکاری در سراسر دنیا در این روز برگزار میشه. کانادایی ها هم در این روز برنامه های برای ورزش اول خودشون یعنی هاکی دارن. تیم های لیگ هاکی در این روز با هم دیگه مسابقه میدن. مسابقات هاکی زیر 20 سال هم در, در هر سال در این روز به طور رسمی آغاز میشه. خب دوستان این هم از باکسینگ دی تاریخ چش و دلیل نامگذاری باکسینگ دی ممنون از اینکه برنامه های ما رو در فیسبوک دنبال می کنید میتونید همچنین در یوتیوب سابسکرایبر ما باشید و برنامه های ما رو اونجا هم دنبال بکنید و ببینید همچنین برای آگاهی پیدا کردن به صورت لحظی از برنامه های ما میتونید عضو کانال تلگرام ما بشید همچنین برای دریافت برنامه ها و تماشای برنامه های ما در آرشیو شبکه‌مون میتونید همیشه به وبسایت ما رجوع بکنید و برنامه ها رو در وبسایتمون کنید مرسی از اینکه ما رو تماشا کردید وقتتون به خیر خدا نگهدار